بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما عزیزانی که برنامه ما رو دنبال میکنید. باز هم در کنار شما هستیم با درس 14 از آموزش گام به گام حفظ جزء 30 قرآن کریم. بریم یه نگاهی به درس قبلی و حفظ سوره مبارکه همزه بندازیم و برگردیم. و ما ادراک من حطمه، و تو چه میدانی آن آتش شکننده چیست؟ نار الله الموقده، آن آتش الهی که شعله ور می باشد. التي تطلع على الافئده، آن آتش دوزخ بر دلها چیره می شود و جان آدمیان را می سوزاند. انها علیهم مؤصده، این آتش کاملا بر دوزخیان احاطه دارد و آنان هیچ راه فراری از آن ندارند. فی عمد ممدده، شعله های سوزان جهنم به صورت ستون های کشیده و طولانی بر آنها مسلط می شود. ارزش حافظ قرآن بسیار بالاست، طوری که پیامبر توی حدیثی می فرمایند برتری حافظ قرآن بر کسی که حافظ نیست مثل برتری پروردگار بر مخلوقاته. این جایگاه و ارزش واقعی حافظ قرآن رو نشون میده. پس همت و تلاشتون رو تو این مسیر بیشتر و بیشتر از قبل کنید تا جزو حافظان و عاملان واقعی به قرآن کریم قرار بگیرید. حفظ جدید امروزمون سوره مبارکه عصر هست. این سوره فقط 3 آیه داره. برای اینکه با آیات این سوره آشنا بشیم مثل همیشه از صدای زیبای استاد پرهیزگار استفاده میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سوره عصر که در مکه نازل شده 103 سوره قرآنه و 13 سوره در ترتیب نزول. تو فضیلت این سوره از امام صادق علیه السلام داریم که هر کسی سوره عصر رو در نمازهای مستحبی بخونه خداوند اون رو وارد قیامت میکنه، در حالی که صورتش نورانی، چهره اش خندان و چشمش به نعمتهای الهی روشنه تا وارد بهشت بشه. این سوره در زمانی نازل شد که دشمنان اسلام فشار بسیار زیادی به مسلمانان وارد میکردن تا اونها رو از دینشون برگردونن، اما همین فشارها موجب ساخته شدن اونا و رشد و کمال معنوی مسلمانان شد. سوره عصر تنها راه جلوگیری از فساد انسان رو ایمان واقعی بیان کرده و به 3 اشاره داره. اولی سختی راه ایمانه، دومی قرار گرفتن انسان در مسیر خسران و تباهیه، و سومی راه نجات از این تباهی و خسرانه. بریم سراغ آیات اول و دوم. کلمه عصر به معنای فشار و سختیه و خداوند در اول این سوره سوگند میخوره به فشارها و سختیهایی که در اوایل ظهور اسلام به مسلمونا وارد شد و میفرمایند بسم الله الرحمن الرحیم والعصر، سوگند به فشارها و سختیهایی که به اهل ایمان وارد میشود. تو آیه دوم میگه چون انسان‌ها حاضر نیستن سختی‌ها رو تحمل کنن، به جای تقوا از هوس‌هاشون پیروی می‌کنند. می‌فرماید ان الانسان لفی خسر، انسان‌ها در زیانکاری به سر می‌برند. قدم اول برای حفظ این دعایه گوش کردنه. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر، ان الانسان لفی خسر. زمزمه کنی. والعصر، ان الانسان لفی خسر. همخوانی کنی. والعصر، ان الانسان لفی خسر. از روی قرآن با دقت بخونی. والعصر، ان الانسان لفی خسر.
حالا سه بار از حفظ میخونیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. والعصر ان الانسان لفی خسر. والعصر ان الانسان لفی خسر. تنها راه نجات از این زیان و تباهی اینه که انسان چهار ویژگی رو داشته باشه: ایمان، عمل صالح، توصیه به حق و صبر. می‌فرماید الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تنها کسانی از زیانکاری نجات پیدا می‌کنند که ایمان بیاورند و کارهای شایسته انجام دهند و یکدیگر را به پیروی از حق و صبر و استقامت در راه خدا سفارش کنند. چون آیه کمی طولانی هست به دو بخش تقسیم شده تا راحت تر حفظ کنیم. بریم بخش اول رو بشنویم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. زمزمه کنیم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. همخوانی کنیم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. از روی قرآن بخونیم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. حالا سه بار از حفظ تکرار کنیم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آفرین به شما. حالا میریم برای بخش دوم. گوش بدیم. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمزمه کنیم. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. همخوانی کنید. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. از روی قرآن بخونیم. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حالا سه بار از حفظ تکرار کنیم. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حالا این آیه رو به هم متصل می‌کنیم. یه بار از روی قرآن بخونیم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حالا از حفظ تکرار می‌کنیم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تلاشتون قابل تقدیره. حالا تو ایستگاه آخر باید درس امروز رو به هم وصل کنیم. یه بار از روی قرآن بخونید. والعصر إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله به شما. حالا از حفظ این سوره رو تکرار کنید. والعصر إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هزاران درود و آفرین به شما که تونستید دوازدهمین سوره رو هم حفظ کنید. حتما میدونید که ده درس گذشتتون همراه با درس جدیدتون پیش میره. جلسه قبلی ده درستون از سوره اخلاص تا همزه بود و امروز ده درستون از سوره مبارکه مسد شروع میشه. باید این ده درس رو هر روز تکرار کنید. سوره هایی هم که از ده درستون جدا میشن وارد برنامه مرور میشن که اونا هم نیاز به تکرار و تمرین دارن. انشاءالله وقتی سوره های بیشتری رو حفظ کردیم روش های مرور و مقدار اون رو هم خدمتتون عرض میکنم. توی درس بعدی میخوایم انشاءالله پنج آیه اول سوره مبارکه تکاثر رو حفظ کنیم. پس حتما با این آیات هم آشنا بشید تا درس بعدی رو راحت تر یاد بگیرید. تا سلامی دیگه، بدرود.